و چیزهایی که قبلا گفته نشده. یکی از مهمترین حقوق فرزندان بر گردن پدر، داشتن مادری نیکوست و همچنین بر گردن مادر داشتن پدری نیکو. یعنی دختر و پسر یا زن و مرد قبل از اینکه با هم دیگه ازدواج کنن نباید تابع احساسات زودگذر خود بشوند و ازدواجی را ترتیب بدهن که بیشترین خسارت از این ازدواج به فرزند برخواهد گشت. اونها بر اساس احساسات و عواطف زودگذر خودشون تصمیم میگیرن، اون کسی که در این میان نابود خواهد شد فرزندی است که متولد میشود. این نکته بسیار جدی و مهم نیست برای اونهایی که ازدواج نکردن و یا احیانا میخوان ازدواج مجدد بکنن، چه از خواهران و چه از برادران. رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را از انجام دادن این کار پرهیز داده، از اینکه ما با دختر یا زنی ازدواج بکنیم و یا بالعکس با مردی ازدواج بشه که اون مرد نمیتواند پدر خوبی برای فرزند باشد یا اون زن نمیتواند مادر خوبی برای فرزند باشد، مخصوصا مادر. اینجا شاید نکته‌ای به ذهن برادران برسد که برای توجیه کار شیطان میاد انسان رو فریب میده. نه، ممکنه به ذهن کسی بیاد که نه، من درست خودم مثلا پایبند فرامین دین و همه چیز هستم، این دختر که دارم برای ازدواج با اون برنامه ریزی میکنم شاید الان تابع خدا نباشه، ولی من برنامه دارم که او را اصلاح بکنم. این نکته را به خاطر بسپارید، این تدبیری اشتباه است و خیلی بزرگتر از من و شما توان انجام دادن این کار را نداشت. و چه بسیارند کسانی که فکر میکنند که با فلان زن یا دختر ازدواج میکنند و بعد از ازدواج آنها را اصلاح میکنند ولی خودشون نابود میشن. این یک تجربه هست که به خاطر بسپارید. بسیار هستند مردانی که ممکن منحرف شدن ولی به خاطر همنشینی با یک همسر و زن خوب هدایت شدن، ولی بسیار کمن زنان منحرف که به خاطر همنشینی با مرد درست به راه درست بیان. این ثابت شده. بنابراین هرگز نباید چنین ریسکی را کرد که نتیجه بد برای فرزند خواهد داشت. مخصوصا زن باید زمانی که شما انتخاب میکنید زن صالحه باشد و بهترین متاع دنیا رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید زنی صالح است که انسان داشته باشه. شاعر عرب میگه الام مدرستون، الام مدرستون اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. مادر مدرسه هست، اولین مدرسه، دومین مدرسه و آخرین مدرسه. تمام مدارس دیگه در کنار مادر قرار میگیرن. هیچ مدرسه دینی و هیچ مدرسه تحت هر عنوانی کودک را، البته نه جوان، کودک را نمیتواند تربیت کند در صورتی که مدرسه اول و آخر او که مادرش باشد درست نباشد. او یه چیزی رو در خانه یاد میگیره به خونش برمیگرده همش خراب میشه. الام مدرستون، مادر مدرسه است. اذا اعددتها، اونگاه که اون را آماده کنی، از ابتدا میخواییم تربیت فرزند کنیم دیگه، دختر تحویل جامعه بدیم، اگر آمادش کنی اعددت شعبا طیب الاعراق، در واقع ملتی را که پاک سرشتش آماده کردی، چون نتیجهش این میشه. و رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود که ایاکم و خضراء الدمن، برحذر باشید از سبزی هایی که فوق العاده زیبا و جذاب هستند ولی بر روی آشغالدونی سبز میشن. سوال شد که منظور چی از این فرمایش یا رسول الله؟ فرمود که زنان زیبا که در جای بد رشد کرده باشند.
دخترهایی که فوق‌العاده جذاب و زیبا هستند ولی در جایی که رشد کردن جاشون خوب نبوده. هرگز این ظلم را در حق فرزند خود نکنید که جبران نمی‌شود کرد، مخصوصا در جامعه امروزی. در جامعه سلف زمان صحابه و تابعین و تبع تابعین و تا حتی 2300 سال قبل خیلی راحت اگر زنی واقعا باب زندگی نبود آدم عوضش میکرد، ولی امروز این کار فوق العاده هزینه بردار هست. بنابراین جوانان را سفارش میکنیم به این که تابع احساسات و عواطف زودگذر و بیمعنای خود نشن. این احساسات محترم است ولی باید عقل در کنار اون باشد، لجام این احساسات باید به دست منطق و عقل باشد. این یکی از حقوق فرزندان هست قبل از تولد. حق بعدی حق حیات هست. به چه معنا؟ به این معنا که زمانی که خداوند اراده کرد و جنینی را در رحم مادر آفرید، هیچ کس زمانی که حیات در او دمیده شد هیچ کس حق سقط این جنین رو نداره، الا که پزشکی متخصص تشخیص بده که مادر با وجود جنین از بین خواهد رفت. بسیارن کسانی که متاسفانه از روی جهالت و نادانی به خاطر اینکه مثلا الان به قول خودشون آمادگی داشتن فرزند رو ندارن، یا اینکه برنامه‌شون 2 ماه بعد هست یا 1 سال بعد هست، زمانی که متوجه میشن که خداوند به اونها بچه ای داده، در پی این هستن که این بچه رو سخت بکنن. این کاریست حرام و غیر شرعی، الا که پزشکی متخصص تشخیص بدهد که حیات مادر جدا در خطر هست در با وجود این فرزند، اون وقت حیات مادر بر حیات جنین ترجیح دارد. و حتی حنابله پیروان مذهب امام احمد ابن حنبل و ظاهری ها معتقدند که این کار درست مساوی با زنده به گور کردن فرزندان هست. به همون اندازه که زنده به گور کردن فرزندان جرم داره، این کار هم همینطور. حق بعدی فرزند قبل از تولد محافظت و برنامه‌ریزی دقیق در دوران جنینی است. یکی از ما چند مرحله زندگی داریم. مرحله جنینی که ما در داخل رحم مادر بودیم و ما الان پشت سر گذاشتیم و بسیاری از برادران و خواهران ما هنوز نیامدن و خیلی ها الان دارن اون مرحله را پشت سر می‌گذارن. مرحله بعد حیات زمینی است. مرحله بعد حیات برزخ است بین دنیا و قیامت، و مرحله نهایی زندگی در جنت یا جهنم که یکی از این دوتا قطعا انجام خواهد پذیرفت در روز قیامت. یکی از مراحل زندگی بشر زندگی جنینی است. اونها حق دارن که به درستی اونجا زندگی کنن و شرایط درست زندگی کردن اونها در رحم مادر و فراهم کردن شرایط درست به عهده اولیا و پدر و مادر است. بسیارن فرزندانی که در اثر بیتوجهی به اونها در دوران جنینی اونها زندگی بعدیشون که زندگی دنیای اونها هست، زندگی زمینی اونها هست، مختل میشه و نتیجه این میشه که اونها نمیتونن به فضائل بالا برسن و درجات عالی رو در جنت به دست بیارن، و این بزرگترین ظلم هست. بنابراین این مرحله از زندگی کودک هم مرحله بسیار مهمی است و منظور ما از این سخن این است که اونهایی که خداوند متعال بهشون فرزندی عنایت میکند، زمانی که احساس کردن که خداوند فرزندی به اونها عنایت کرده، باید با پزشک متخصص و مشاور خانواده در ارتباط باشن که برنامه ریزی دقیق از نظر تغذیه، از نظر رفتار با اونها به اونها گفته بشه که کودکی سالم و تنومند و قوی از هر جهت خداوند متعال به اونها عنایت بکند. و نکته ای که از نظر تجربه ثابت شده و من به برادران توصیه می کنم اینه که زمانی که
همسران شما خداوند بهشون فرزندی عنایت کرد و فرزند شما در رحم آنها هست، همسرانتون را از انجام دادن معصیت ها و شنیدن چیزهای بد پرهیز بدید، چرا که اینها تأثیر میگذارد در فرزندی که بعداً به دنیا میاد. و این ثابت شده که فرزند زمانی که به دنیا میاد نزدیکترین افراد به مادرش را به درستی تشخیص میده و با اونها احساس راحتی میکنه، مخصوصا پدر صدای اون رو میشنیده، باش احساس راحتی میکنه و احساس غریبی نمی. بنابراین اگر همسران شما به جای این که ترانه های مبتذل گوش بدن عادت داشته باشن هر روز مثلا نیم ساعت ربع ساعت قرآن گوش بدن، نوار قرآن بذارن و دوران حاملگی را بدین صورت سپری بکنن، قطعا قدمی مؤثر در تربیت فرزند خواهد بود. امیدوار این که خداوند متعال به ما توفیق بده که انشاءالله این نکته ها را رعایت کنیم. موارد بسیار مهم و جدی هست که در جلسات آینده بیان خواهد شد. از برادران و خواهران تقاضا داریم که انشاءالله این جلسات را کاملا پایبندی بکنند. یک نکته هست که به برادران تذکر بدم و اون نکته است که درست هفته قبل هم گفتم، رمضان در راه است و به زودی انشاءالله خواهد رسید، ولی خداوند امیدواریم که به ما حیاتی بدهد که بار دیگر رمضان را انشاءالله ملاقات بکنیم. ولی توصیه من دو چیز هست. یک، از همین الان انشاءالله آمادگی حاصل کنید برای این که به درستی از رمضانی که در پیش هست استفاده کنید. منظور من از آمادگی این نیست که شما ژله و کارامل تهیه کنید، البته که اینها هم چیز بدی نیست، ولی منظور من اینه که ما تصمیم خودمون رو که میخواییم بگیریم از همین الان روش فکر کنیم و تصمیم ما این است که انشاءالله این آخرین رمضانی باشد که به معصیت خدا نزدیک میشیم. و علاوه بر آن ما شاهد خالی شدن مساجد هستیم از جماعتهایی که در پرتو رمضان این مساجد داشت رونق میگرفت. اجازه ندید که این یک ماهی که الان مونده این کم رونقی رو مساجد شاهد باشن و فاصله بیفته. توصیه من در هفته گذشته به برادران و خواهران این بود که رمضان سال قبل را به رمضان امسال وصل کنید. ما الحمدلله امسال شاهد تأثیرات فراوانی بودیم، ولی میبینیم که بسیاری از برادران ما این دو ماه آخر رو دارن کم میارن. انشاءالله که براش برنامه ریزی کنید و سعی کنید که پیوند بزنید این نقص و این شکاف رو تا اینکه ما بیشتر بتوانیم از رمضان آینده استفاده کنیم، اندکی خودمون رو جلوتر بندازیم و همینطور انشاءالله رشد و پیشرفت بکنیم. ثم علمو ان الله سبحانه و تعالی صلى على نبيه وأمرنا بها فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد